آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمان رد که زخم خانه حافظ قدحی آورده است، کوه و سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوس تاموند که از نسیم نفس سعدی جان پرورد است، هم زبانان منند هم زبانان منند. گفتم که این بهاران از یاد و رفتنی نیست، وان خاطرات شیری ارباد و رفتنی نیست، مهریست در دل من پیوست با وجودت رشته محبت از هم گسست دری نیست. گفتند از دل برود هر آن که از دیده برفت، گفتند از دل برود هر آن که از دیده برفت، از دیده برفتی و هنوز دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید، دل تو را می طلبد، دیده تو را می درانیم غنیمت شماریم، شاید ای دل نرسیدیم به فردای دیگر، خود منو قربونه دی کنده ایشالا قربونه چشمونت کره ایشالا، کجا میری فلو ترسم بری و بمونی. گفت افسانه حیات دو روزی نبود بیش، افسانه حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن گذشت. گفتم که این بهاران
از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین برباد رفتنی نیست. مهریست در دل من پیوست با وجودت، کین رشته محبت از هم گسستنی. در این چند روزی که گذشت روزگار غریبی بود. منو به یاد سخنی از سعدی انداخت. گفت سعدی روزگاری با سعد ابن زنگی که در واقع نام سعدی رو از این ممدوح میگیرد، حاکمی است، پادشاهی است بسیار گشاده دست، بسیار بسیار در دوران خود پهلوان، در دوران خود داد و دهش، و سعدی ممدوح اوست. و عجیب آن است که من این روزها وقتی که برای مجله فردوسی قلم میزنم متوجه شدم که کم کم آدم در یک جایی قرار میگیره که تاریخش با جغرافیاش کم کم داره یکی میشه. ما در گذشته تاریخ و مجزا میخوندیم، جغرافیا هم جدا، و حالا متوجه شدیم که نه، تاریخ ما در اون جایی است که جغرافیای ما هست، مگر آن که در جای تاریخی که هستی جهان را جغرافیای خود کنی، در اون صورت از محور جغرافیا خارج شدی و به جهان پیوستی. نگاه میکند سعدی در اون روزگاری که بوستان را نوشته بود و حالا اصلا به فکر گلستان هم نبود، نگاه میکند و ببیند که سعد ابن زنگی در واقع فرمان میدهد به گردانندگان کارش و اومد و رفتاشون و نمیدونم نوکران و بروبیا که برای او از این دشت بزرگی گلهایی بکنند و گل بیارند از این ور از این ور. سعدی میپرسد که این گلها برای چیست؟ میگوید که من عاشق زنده بودن این گلها هستم، دلم میخواد که این گلها در باغ خانه من باشد، در اتاق من باشه، در این فرمان روایی من باشه، من میخوام هر روز اینا رو زنده و سر با من، از پژمردن اونها ناراحتم. میگوید که قربانت گردم، من گلستانی برای تو بیافرینم که هرگز این گلستان تمام نشود. و اون شعر مشهورشه که گل همین پنج روز شش باشد، گل همین پنج روز شش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد رو به دفتر گلستان خود نسبت میدهد. من امروز که نگاه میکنم میبینم سعدی این رو فقط به سعد ابن زنگی نگفته است، برای همه مایی که به خصوص در نقطه جغرافیایی به نام ایران زندگی میکنیم، در تاریخهای متعدد، در تاریخهای متفاوت، برای همه ما میگوید که شعر و شاعری آن دردانه گلواژه هایی هستند که از این گلواژه ها باغ هایی به وجود می آید که این باغ ها همیشه زنده هستند. هرگاه در هر شب شعری که می بینید، در هر شبی که مهمونی از دور هم دیگه جمعاً 50 نفر 60 نفر دور هم، من یک دفعه یک نفر دو تا بیت شعر می خونه و تمام این مجلس مسحور اون می شه. یادم یه دوست فرنگی داشتم که رفته بود در مهمونی های متعدد ایرانی، یه روز ازش پرسیدم چی میبینی تو اینا؟ گفت من نمیدونم، چیکار میکنین شما؟ در یک لحظه یک نفر شروع میکنه به یه چیزی رو خوندن که بعد به من میگن شعره، همه سرهاشون تکون میدن و دارن حال میکنن. شما چه خاصیتی داره این؟ گفتم این همون است که شما متوجه نمیشید، شاید شما با این گیتار و با این تشکیلات بشید. بعد از اون از سعدی که میگذریم به باغ حافظ میرسیم، و قبل از اون به باغ بزرگ شاهنامه رسیدیم، از آنجا به سرای بزرگ و باغ وسیع متنوع مولانا سر زدیم و حالا به حافظی رسیدیم، و حالا با تو مسیر در اوج مسائل مذهبی به شیخ بها میرسیم. او در باغشو باز میکند و باز گلستانیست پر از گل. از اونجا میایم به ناصر خسرو میرسیم، او در باغ دیگری رو باز میکند، به پروین اعتصامی در دوران خود میرسیم، در باغ رو باز میکند، به بهار میرسیم، بهار در باغ دیگری رو باز میکند، به نیما میرسیم، به فروغ میرسیم، و بالاخره به سیمین خانم
بیبان. حدود 7 سال 8 سال پیش بود که در همین تلویزیون من افتخاری داشتم که نزدیکترین دوست گلستان و به اصطلاح حمام و گلستان خانم سیمین بهبانی در همین استودیو داشته باشیم. و بعد این افتخار باز نصیب من شاگرد شد که روزگاری که سیمین خانم در این شهر بودند در مجلسشون بریم، در یک مجلسی بود و شرکت میکردیم و میامدیم. اما درباره سیمین صحبت ها بسیار است. من معتقدم که چنین سخنی رو باید از زبان دوستی شنید و بعد نگاه کرد که من و شما در این سالیان هرگز فراموش نکردیم که سیمین بهبانی در بین ماست، چنان که این بوستانی که او به دست ما داد و گلستانی که برای ما پرورد ماننده گلستانی است که همیشه در قید حیات است، در همیشه در روال حیات ماست. من همیشه در مقایسه شعر نو از فریدون مشیری، این شاعری که در میان تمام این جریانات موند و به ایران اندیشید، به سیمین بهبهانی میرسم و در این سلاله تا به شاهنامه‌ای که جز ایران نباشد تن من نباده. یعنی اینها به این شکل زندگی کردن. اجازه بدید با خانم لعبت والا که او هم جز نخستین بانوانی بود که مدیر مجله تهران مسفر شد صحبتی دارم، مال چند سال پیشه ولی امروز به کار ما میآید. خانم آقایون با من باشین تا گم نشین. این در واقع یک اتوبایوگرافی توسط خود شاعر بود و حالا در استودیو من افتخار اینو دارم که در خدمت این بانوی بزرگوار در امریکا نشستیم در مقابل این دوربین. او که امروز برای ما سخن خواهد گفت، برای توی جوان، برای اونی که در خونتون نشستید. در انگلیس هم ممکنه که ایشون از نزدیک نبینید، یادتون باشه همچین به این سادگی نیست. ما در اینجا نشستیم، از راه‌های پرپیچ و خم آمریکا بالاخره هم دیگه رو پیدا کردیم که در این استودیو با شما هم زبان بشیم. خانم آقایان، سرکار خانم لعبت والا، درود بر شما آقای مفید و درود بر شما بینندگان عزیز. پس از سالیان دراز این سعادت نصیب من شده که در خدمت شما باشم. شما با چهره جوانی من آشنا بودید، اب نداره حالا چهره پیری مرا هم ببینید. از من خواستن که با یک شعر شروع کنم و من نسخه تیمار را برای شما میخونم. یار مرا بار داد، یار مرا بار داد، دولت دیدار داد، بر لب خاموش من رخصت گفتار داد. گفت سخن ساز کن، زمزمه آغاز کن، زخم زنان خواهدت آن که تو را تار داد. گفتمش ای آفتاب، بر تن سردم بتاب، برگ و برم ریخت شب، ریشه‌ام آزار داد. آتش افسردم، زنده نیم مردم، گم شده با بار غم، این همه را یاد داد. گفت پریشان مگو، شکوه ز جانان مگو، زان که تو را از کرم نعمت بسیار داد. گنج قنا شور عشق مکنت دنیای توست، زین همه مال و منال هیچ به تجار داد. خانه ز خاراست گر، باد سبا را نگر، خانه ز خاراست گر، باد سبا را نگر، شوق رهاییش را با
بال سبک بار داد. دیده دل برگشا صورت جان را ببین، کیست که این رنگ و بو بر تن گلزار داد. جانب دریا شتاب، گوهر یکتا یاب، شکر که چشم تو را طالع بیدار داد. چهره پرچین مبین، در پس آینه باش. چهره پرچین مبین، در پس آینه باش. وصل تو با خویشتن هجله ز پندار داد. مست و خرابت چو دید باغ نظر باز کرد، با نگهی کام تو دور ز اغیار داد. لعبت بزم سخن از شب و غم دم مزن، نام تو را مهر دوست در سر بازار داد. عشق دوای تو باد، عشق دوای تو باد، ساز و نوای تو باد. یار به بیمار خود نسخه تیمار. ساز داره خودش میاد وقتی که این نسخه تیمار رو میپیچن و میگه که سازو بزن زخم بیاد و این آواز بیاد. از هر بیت شعر، از هر مصرعش، از هر کلامش تراوت شعر است. من افتخار میکنم در خدمت شما هستم. تشکر میکنم، سپاسگزارم که به من این فرصت رو دادید. اختیار دارید جناب علی، ما از شما رخصت میگیریم. معمولا رو صحنه که میریم به عنوان گویندگانی که بعد از شما اومدیم و اجازه گرفتیم و اومدیم در این صحنه، همیشه از شما رخصت گرفتیم. من دو نکته یادم میاد از دورانی که در دوران اون اشتیاق مردم به زندگی گذر کردم. من باز از مادرم میگم، برای اینکه در این رشته سخن هستیم. ایشون میگفتن که اگر چنانچه اون صحت بشه بیمار، که همیشه اون شعر ادیب رو در خانه ما مادر زمزمه میکرد. بله. که میگو اگر سرمایه بیمایه بشود و صحت بیمار بشه، جامعه به رنجوری خواهد رسید که شوق زندگی ازش گرفته میشه. بله. و من تصور میکنم که آنچه که ما در دوران حیاتمون، من و شما، طی کردیم، حالا در دو دوره که به یکدیگر وصل میشه، که من در واقع این دوره رو همه، و عجیب اینه که بارها من سخن گفتم که ما وقتی که انقلاب شد، این روزگار پیش اومد، روزی که وارد فرنگستون شدیم مثل اینکه تماممون شدیم 0 کیلومتر از اول شروع کردیم. بله. دیگه سن و سال و مرتبت هیچی نبود، هممون باید میرفتیم. شما تو اون کارگاه خیاطیتون بودیم، بنده هم در یه گوشه توی گس استیشن شروع کرده بودم به کار. بله. یعنی همه ما از ابتدا آغاز کردیم. بله. نه فقط از ابتدا، بلکه زبان عوض شد، نگاه اقتصاد عوض شد. ما تا دیروز تصور می‌کردیم که خونمون رو باید بخریم، پولمون رو بدیم، همیشه کش داشته باشیم، به قول اینجا با نقد کار کنیم. اینجا میگفتن نه، شما باید با نسیه کار بکنید. بله بله. نهایتاً زبان اقتصاد رفت اون طرف، ما از راست به چپ می‌نوشتیم، حالا از چپ به راست باید بنویسیم. این قوس فرقی که رخ داد و این اتفاقی که افتاد، اگر من و شما بعد از 27 سال امروز نشستیم و فقط داریم حرف می‌زنیم، اون بار، اون خاطراته که ما رو داره میکشه به اینجا. کاملا درسته. بله، ما جزو واقعا آدم نسل خوشبختی هستیم که لااقل کوله بار خاطراتمون رو به همراه آوردیم. این حرفی که همیشه دختر من میگه. بله. میگه من به نسل تو حسادت میکنم، برای اینکه شماها خاطراتتون رو دارین که مرور کنید و دوری و غربت رو تحمل کنید، ولی نسل ما، نسل، یعنی نسل 40-50 ساله ها، بله، اینها گفت ما هیچی نداریم، ما باید واقعا از نو شروع کنیم. ولی مهم اینه که شما فرمودید که من خیاطی میکردم و شما
در پمپ بنزین کار میکردید، این نشانه استواری و واقعا استحکام اون استخوان‌های ما بود. چون برای ما مهم نبود که در کجا، مهم این بود که دوباره از پا نیفتیم و از پا نیفتادیم. ببینید که اون که میگفت از اسب فتاده ایم و نه از اصل. بله. و مهم اینه که ایستادیم و من یقین دارم که همه ایرانی ها ایستادند و خواهند ایستاد تا بار دیگر بازگردند و اون وطن را اونطور که بود و اونطور که باید و شاید بهتر از بسازند. خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد، تا گود هست میان دارم، اهل کنار نخواهم شد. یک دشت شعر و سخن دارم، حال از هوای وطن دارم، چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد. من زنده‌ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن، از سنگ و صخره نپرهیزم، سیلم مهار نخواهم شد. گیسو به حیله چرا پوشم، گرد آفرید چرا باشم، من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد. برقم که بعد درخشیدم از من سکوت نمی زیبد، برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمی زیبد، قوقای رعد ز پی دارم، قوقای رعد ز پی دارم، غافل ز کار نخواهم شد. تیری که چشم مرا خسته است، در کشتنم به خطا جسته است، بر پشت زین ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد. گفتم هر آنچه که بادا باد، گر اعتراض و اگر فریاد، تنها صداست که میماند، من ماندگار نخواهم شد. در عین پیری و بیماری دستی به یال سمندم هست، مشتاق تاختنم، گیرم دیگر سوار نخواهم شد، دیگر سوار نخواهم شد. در روزنامه اون موقع، حالا میریم 50 خورده ای سال دیگه، سنه که گفتیم دیگه، حالا میریم دیگه، در 50 خورده ای سال، آره، در تهران مصور هستین و شما در دانشکده حقوق که بودین یک تن بودین در مقابل 150 نفر. و شما رفتید برای گرفتن، برای که حقوق لیسانس بگیرید، لیسانس حقوق یعنی روزنامه نگاری بگیرم. استادا از امریکا و ایران بودن. این اولین دوره روزنامه نگاری در ایران در همین دانشکده حقوق اون موقع تشکیل شد که استادای از امریکا اومده بودن و اساتیدی از در ایران، از ایران. و بعد اول یه خانم دیگه هم بودن تو عکس، البته سیمین هم اول آمد ولی بعد نخواست بمونه و رفت به دانشکده حقوق، یعنی به خود دانشکده حقوق شروع کرد به درس حقوق خوندن و اون خانم هم رفت، بنابراین من موندم و 150 روزنامه نگار. اغلب روزنامه نگارام چیز بودن، آقای طاهری هم با شما هم دوره بودن. بله، حرفه‌ای بودن همه. بله. روزنامه نگاران حرفه‌ای بودن که آمدن دوران و چیز به اصطلاح اصول روزنامه نگاری جهانی رو یاد بگیرن. بله. من میخوام که یک لحظه
بریم اون برنامه خانم سیمین بهبهانی رو در این برنامه شما ببینیم، که این چهره رو، این زن رو ببینیم که در صحنه با مردم چگونه رفیقه. ایشون استاده واقعا در سخنوری. ببینید همیشه معلم بوده. عجب. خیلی قشنگ میتونه که خب ببینید معلم زیاد داشته. بله. شاعر هم زیاد داشته، ولی او یک چیزی رو فهمیده و درک این که تماشاگرش رو میشناسه، شنوندهش رو میشناسه، زبانش هم میشناسه. بله، بله. اینیست که بر اون اسبی که مینشیند و میتازد هم زمینش رو میشناسه، هم اون اسبی رو که داره میره و همین. بله. از این جهت من او رو همیشه در ادب ایران با شیرین صحنه ها مقایسه کردم. اجازه بدید که بریم یک لحظه در اونجا ببینیم خانم سیمین بهبهانی رو ببینیم و برمیگرده. با روی داخل و خارج را شکسته و در جایی نشسته که قله است و حق است. سیمین دوست قدیم لعبت است، امشب هم ارشد معنوی ما و میهمان گرامی جشن ماست که رنج سفر تحمل کرده و از ایران به جشن ما آمده. مقدم سیمین را گرامی می‌داریم و با اشتیاق به استقبال شعر و سخن ایشان می‌رویم. خانم‌ها، آقایان، سیمین بهبهانی. خیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شمار. خوشحالم امشب یکی از شب‌های خوش زندگی منه که شرکت می‌کنم در بزرگ داشت دوستی که 50 سال از عمرم با من یار، وفادار، صادق و صمیمی بوده. دوستی که شاعر است و ترانه سراست و نویسنده است و ژورنالیست است و خانه‌دار است و مادر است و حتی دوزنده است و آرایشگر به قول دوستان، و همه ایمان دارند که زنی است یک دنیا زن. خوشحالم، خوشحالم برای اینکه می‌بینم که لعبت من باز هم یک بار دیگر ایستاده است تا باروی شعر را فتح کند، تا برج شعر را بسازد، تا زندگی را دوباره بیاغازد. زندگی ما همین شعر است و بس. زندگی ما همین اندیشه است و بس. بارها از او خواستم که این بی‌اعتنایی به دنیا را کنار بگذارد. دنیایی که ما در او زندگی می‌کنیم شایسته همه گونه توجه است. لعبت ما باید به دنیا بیشتر بپیوندد. از غمهای گذشته بگسلد،
رو به آینده داشته باشد. امیدوارم که این خواست من قبول خاطر او باشد. و اما درباره هنرپیشگی صحبت کردند آقای قاسمی، ضمناً برای اینکه شب خوشی داشته باشیم، امشب خوشترین شب‌های عمر منه، یک داستانی هم من یادم میاد از مرحوم بدیع زاده شنیده بودم که برای شما میگم. میگوید که ما میرفتیم، خب ما هنرپیشه بودیم و روی صحنه میرفتیم و قیم میکردیم و از این قبیل حرف‌ها، و وقتی که میامدیم به خونه، خب این کلاگیسایی که گذاشته بودیم چند موهاش میریخت رو شونه هامون اینا، میامدم خونه زنم اول کت منو در میآورد و نگاه میکرد، مثلا موی بور روش افتاده بود، میگفت فلان فلان شده، امشب رفته بودی پلو مو بورا. خانم جان نه والا، فردا شب مثلا موی سیاه افتاده. میامد به همین داستان داشتیم که رفتی پیش موسیاها، شب سوم این کت و قشنگ ماهود پاکون کشیدم، تمیز پاکیزه، گفتم امشب دیگه بور میشه. آمدم خونه گفتم که خانم کتم نمیبینی؟ رفت یه نگاهی کرد این ورش و اون ورش، دید نه خبری نیست، گفت امشب رفته بودی پلو کچلا؟ استادی این بالو رو نشون بده که در یک همچین جمعی که همه برای بچه ها این کارن ها، همه از جناب آسمی که در اونجا نیسته تو بازیگری دونه دونه برای بچه ها، ایرج گرگین هم اونجا بودن، بله همه بودن، همه برای بچه بودن، ایشون میاد و این مجلس رو در دست میگیره و این استادی است که دارن. من درود میگم به همه کسانی که در ادبیات فارسی دارن قدم برمیدارن، و چون در این دقایق آخر هستیم نمیخوام که وقت رو از دست بدم. بانویی که از انگلیس تا به اینجا اومدن، دلم بخواد اون شعری که خودتون انتخاب میکنید رو الان بخونید. شما راجع به مادر گفتید و بله. من هم از مادرم گفتم و بله. با درود به همه مادرهای ایرانی، شعری رو که برای مادرم گفتم میخونم براتون. بله چقدر زیباست. مادرم صخره غرور در درازنای شب، سروگونه سبز مانده بود، تازیانه ها بر تنش نشست، کوهسان ایستاده و صبور قصه ثبات خوانده بود، چشمهاش ابرها و بازوانش آفتاب را به سینه می فشرد که با بهار دستهاش نهال عشق را به خاک خشک غم نشانده بود. سالهای سال در فراز و در فرود، بی شکیب و ره سپار همچو رود، هجوم تند باد و خشک سال را از آستان آشیانه رانده بود، و کودکان بی پناه خیش را از گزند فتنه ها رهانده بود. مادرم قهرمان بی شکست، گرچه در عزای ریشه های مهر سر و قامتش فرو نشست و بر غروب سرد خانه چشم بست، لیک همچنان کوهسان ایستاده و صبور در نهاد نسل های من، در شکوه نور فاتحانه ایستاده است. فاتحانه ایستاده است. من تصور میکنم که این دوره هایی که در ایران میاد و میره، با این سخنی که شما میگید، با صحبتی که من و شما میکنیم، و با اینکه در دو سن مختلف هستیم، ولی در یک دوره تنفس کردیم، در یک دورهی به دنیا آمدیم، در یک دورهی زندگی کردیم، تصور میکنم که
شاید اشتباه باشید ما بخوایم تاریخ رو تقطیع شده نگاه بکنیم. فرهنگ سیال ایران، این رودخانه‌ای که در جریان هست و زنده است، با سیمین، با لوبت بالا، با بیژن مفید، با چهره مانند فریدون مشیری، این داره همین جوری داره جلو میره و این زنده بودنش هست. این که ما بگیم که این دوره تاریکه، اون دوره روشنه، ما میتونیم بگیم، ولی فرهنگ ایران همیشه میخوره به یک سدی، به یک صخره‌ای، باز این راه رو باز میکنه، آب گلالودش میره، قیبش میزنه، یک دفعه میبینی از یک زاری چشمه سار در میاد. این چشمه‌ای که آب خنک داره بالا گلالوده، وقتی که میره زیر این زمین و در میاد، من مطمئنم که روزگاری باز ما به تبلور روزگارمون خواهیم رسید و من این دوره رو هم دوره الزامی برای ملت خودمون میدونم. ما میبایست که از این مسیر میگذشتیم. شاید دوره مذهبی که در اون چهار قرن اروپا گذر کردن اینها ازش، امروز میتونن خودشون رو، دولت رو از مذهب جدا کنند و چرچ از استیت جدا بشه، به دلیل اون چهار قرن نیست که اون فشار رو گرفتند و دیدند. ولی امروز من تصور میکنم که ما از این گذری که از این تاریخ داریم میکنیم، این گذر گذر اصولی است و ما با حضور افرادی مانند سیمین بهبهانی در مملکتمون این گذر رو گذر فرهنگی خواهیم کرد. این بشارت باشد برای شما که هیچ صخره سختی نیست که نشه ازش گذر کرد، هیچ کوهی نیست. الان کوه هیمالیا رو که برای ما روزگاری که بچه بودیم اصلا فکر میکردیم رفتن به این کوه اصلا فکرش هم غلطه، نمیشه رفت، امروز به کره مریخ دارن میرن، به کره ماه دارن میرن. یعنی هیچ چیزی نیست که نشه ازش گذشت. و من همیشه در پایان این سخن میگویم که گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان راه نیست پایان. غم مخور، بگذارید که من با این بانوی شعری که من افتخار میکنم در خدمتشون هستم و هم کتابشون، هم سیدیشون، هم دیویدیشون در همین تلویزیون هست، میتونید تلفن بزنید، بچه ها هستن که با شما سخن بگن و سفارش بدید. باید همه ما این گونه آثار رو در خانمون داشته باشیم. با پشتیبانی این نوع کار فرهنگی است که ما میتونیم این رنگین کمان نسل ها رو به یکدیگر وصل کنیم. بچه‌ای که امروز در ایران نشسته از طریق اینترنت داره نگاه میکنه، با این کامپیوتر داره بازی میکنه، با این ساز من داره حال میکنه، با این سخن ما در اینجا مایل ها از مملکت دور، ولی لحظه ای که بلوشون نشستیم بدانند که ما پهلوی شماییم، ما لحظه به لحظه شما رو داریم لمس میکنیم. من بارها گفتم، گفتند از دل برود هر آنچه از دیده برفت، از دل برود هر آنچه از دیده برفت، از دیده برفتی و هنوز دل تو را میطلبد، دیده تو را میجوید. آخر کلام با شماست. امروز بهار عشق دنیای من است، گلزار بهشت در قدمهای من است. دیروز به همراه شب تیره گذشت، خورشید چراغ راه فردای من است. به به، از این زیباتر نمیتونیم برنامه رو ببندیم. با من باشین تا گم نشین. درود بر شما. و این زیباترین پیامی بود که لوبت والا، که سیمین بهبهانی در اون روزگار نگران دوستش بود که به یک حالت دیپریشنی احتمالاً هر کدوم ما در یک سنی دوچار میشیم، ولی اون شب میدید که لوبت آمده و این روح رو باز کرده. و درود به سرکار خانومی که در لندن پایه این ماجرا رو ریختن و یک کار عظیمی کردن. بزرگ داشته لوبت والا کم کسی نبود و این افتخاری بود برای من در این تلویزیون که با ایشون صحبت بکنم. داشتم میامدم به مجله فردوسی، باز نگاه من افتاد در این پایان سخن. هم یک اطلاعیه است برای اینکه ما
بچه هایی که در لس آنجلس هستیم، هممون شاعر، نویسنده، دستن در کار تلویزیون، میخواییم که بزرگداشت سیمین خانومو در همین تلویزیون بگیریم. دیدید که وقتی که ما 7-8 سال پیش درباره ایشون صحبت میکردیم، دیدید به روی صحنه چه گفت و گفت که آنچه را که هست عشق است و از عشق نباید دور بود. برای چنین بانوی سوگواری نباید کرد، باید به پا خواست و براش دقایق بیشماری دست زد و راهش رو ادامه داد. این گونه که علیرضا میبودی در مجله فردوسی نام کوروش، این شعر میبودی است و میگوید که تمام عمر در راهم، دلم گاهی برای کفش های پاره بی تخت میسوزد، پر از دردم، نمیدانم چرا حال تو را از کوه میپرسم، تمام قلکم را میدهم، یک سایبان از ماه میگیرم، گهی آهسته گاهی تند پیاده جاده سیوند را تا صبح پیمودم، پدر در خواب و من در گوش او آرام میگویم، برون آی از دل سنگ، برون آرم از این محبس، بدادم رس، بدادم رس. و این چنین است سخن یک شاعر برای این پیامد بسیار وسیع. و مجله فردوسی اعلامیه‌ای دارد، من این رو رسما براتون میخونم که برای بچه ها، هر کسی که دستی به قلم دارد، نگاهی به شعر دارد، نگاهی به این برنامه ها دارد، بداند مجله فردوسی امروز برگزار میکند. مراسمی به یاد غزل بانوی شعر امروز ایران خانم سیمین بهبهانی و به پاس بزرگداشت مبارزات پیگیر این بانوی نامدار با استبداد، تهجر و زن ستیزی، مدیر و سردبیر فردوسی امروز از تمامی شعرا، نویسندگان، روزنامه نگاران، مدیران و کارکنان رسانه های گروهی، احزاب و سازمان های سیاسی، گروه های برگزار کننده شبهای شعر در لس آنجلس و اورنج کانتی، صرف نظر از عقاید و سلایق مختلف، دعوت می نماید که آمادگی خود را اعلام و در این مراسم ملی و میهنی شرکت نمایند. زمان یک شنبه 7 سپتامبر از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر، مکان تالار سهراب واقع در مرکز تلویزیون کانال 1. خانم آقایون، در پایان این سخن فقط اینو بگویم که افسانه حیات دو روزی نبود بیش، آن هم عزیز با تو بگویم چه سان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین آن گذشت. خانم آقایون با من باشین تا گم نشین. آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمان رد که زخم خانه حافظ قدحی آورده است، کوه و سبرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوس تاموند که از نسیم نفس سعدی جان پرورد است، هم زبانان منند، هم زبانان منند. بنیاد فرهنگی مهرگان با نهایت مسرت برگزاری 12th سمینار سالیانه خود را در روزهای جمعه 29 آگوست تا دوشنبه 1 سپتامبر 2014 در سالن مجلل منچستر گراند حیات سان دیگو به اطلاع همگان می‌رساند. سخنرانان به ترتیب حروف الفبا: هومر آبرامیان، شیرزاد ابراهیم